الله الرحمن الرحیم ترجمه آغاز می کنم به نام خدایی بسیار مهربان و همیشه مهربان تفسیر الله این لفظ علم ذات واجب الوجودی متصف به همه صفات کمال منزه از هر گونه نقص و عجز آفریدگار مربی و نگاه دارنده همه هستی است از زوال گذاشتن این نام بر هیچ کس دیگری جواز ندارد و کفر محسوب می شود به بعضی علما این را اسم اعظم می نامند. الرحمن الرحیم این هر دو کلمه سیغه مبالغه بوده و از لفظ رحم و رحمت گرفته شده است. بعضی می گویند در رحمان مبالغه بیشتر از رحیم است. ولی زا آثار رحمانیت در دنیا و آخرت بوده و آثار رحیمیت خدا جل و علا تنها در آخرت نمایان می شود. یا به این معنا که رحمان به معنای مهربان به همه خلائق و رحیم به معنای مهربان به همه مؤمنان و کان بالمؤمنین رحیما لفظ رحمان بر هیچ کس و هیچ چیز دیگری گذاشته نمی شود این کار ناروایی است اما لفظ رحیم به غیر خدا نیز شده می تواند همان گونه الله تعالی پیامبرش را رحیم گفته است و کان بالمؤمنین رحیما بسم الله آياتي از كلام الله مجيد بسم الله جزئي از يك آية سورة نمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين در اين قول همه علماء اتفاق دارند چون بسم الله در اول هر سورة ها بجز سورة توبة از طرف صحابة الكرام تحرير است و همکنون هم چنین است علما در این موضوع اختلاف نظر دارند بعضی برانند که بسم الله آیه مستقلی از اول هر سوره است به عبارت دیگر جزء هر سوره می باشد بعضی دیگر می گویند بسم الله آیه مستقلی نبوده اما جزء هر سوره است ادعی می گویند بسم الله آیه اول سوره فاتحه است امام مالک و امام ابو حنیفه بدین نظرند که بسم الله که در اول سوره ها نوشته شده است آیتی از این سوره ها نبوده و برای آن تحریر یافته است که ختم یک سوره و آغاز سوره بعدی را بیان کند حکم خواندن بسم الله بسم الله بعد از سبحانک اللهم و اعوذ بالله از نظر احناف و امام احمد به طور خفیه خوانده می شود خواندن آن از نظر احناف سنت و از نظر بعضی ائمه واجب است خواندن بسم الله در بیرون و در آغاز کارهای مهم و مشروع مستحب و یا واجب بوده باعث نزول خیر و برکت می گردد. از اینها این نتیجه به دست می آید که باید مسلمان همیشه در پناه خدا زندگی کند و در هر لحظه به یاد خدا باشد. همه کارهای پسندیده را به نام او تعالی آغاز نموده برای تحصیل رضای او تعالی سعی بنماید و از ناروائی ها دست بردارد برای آن که خدا بر او قهر نشود.